سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 24 ماه میزان سال 1394 هجری خورشیدی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. تأکید رئیس جمهور غنی برای پاکسازی طالبان در شمال شرق کشور. استقبال جهانی از تصمیم تازه رئیس جمهور اوباما برای حضور درازمدت نظامیان آمریکایی در افغانستان. همکاری شورای فرماندهان جهادی برای بهبود اوضاع کنونی کشور. گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره نقض گسترده حقوق بشر در کندوز. و بررسی تنش‌های تازه میان اسرائیل و فلسطین از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی پس از شکست طالبان در شهر کندوز به کندوز رفت. این مقام شماره یک حکومت وحدت ملی از جانبازی های نیروهای امنیتی ستایش میکرد و میگوید که شورای امنیت ملی تصمیم دارد تا شمال شرق کشور به ویژه کندوز را به گونه کامل از وجود حراس افغانان پاکسازی کند. وی تاکید میورزد که پیروزی در نبرد کندوز به جهانیان نشان داد که نیروهای دولتی افغانستان توان دفع هر گونه حمله های جنگجویان را دارند. رئیس جمهور غنی میافزاید که تلاش خواهد کرد تا نیروهای امنیتی غیر سیاسی باشند و به گونه حرفه‌ای به پیش بروند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی پس از نزدیک به 3 هفته نبرد و واپسگیری شهر کندوز، بامداد روز جمعه به کندوز رفت. رئیس جمهور غنی در دیدارش با شماری از نیروهای امنیتی کشور از جانبازی‌ها و فداکاری‌های آنان با دادن مدال‌ها ستایش کرد. رئیس جمهور غنی میگوید که کامیابی نیروهای امنیتی در نبرد کندوز به جهانیان نشان داد که نیروهای دولتی کشور توان دفاع هر گونه حمله های جنگجویان را دارند. نشان دادیم که با حس تعلق به این خاک، اعتماد بر نظام و باور به مدیریت قوای امنیتی و دفاعی ما که شب و روز زحمت کشیدن، پس فضا با امید بدل شد. شما عامل ایجاد از این فضای امید هستین. بایست سرقماندان اعلی قوای مسلح افغانستان مسردان افتخار میکن. اصلاح نظام و تلاش برای غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی از دیگر گفته های رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی در کندوز هستند. کلتان به اساس مسلکی بودن انشالله و تعالی پیش میرین، نه به اساس روابط شخصی. یک چیز شرایط کندوز باز معلوم کردن. کسی که واسطه نداشته، کسی که وسیله نداشته، زیادترین قربانی را داده. مسرتان مینازم. رئیس جمهور میگوید که شورای امنیت تصمیم گرفته است تا شمال شرق به ویژه کندوز به گونه کامل تصفیه شود. هدایت ما تصمیم شورای امنیت ملی افغانستان است که تصفیه کامل انجام می‌دهد. دستاوردهای شما باید تحکیم داشته باشد. پس به حلقه خبیثه پیشرفت، یک قدم به پیش، دو قدم به عقب، یا دو قدم پیش، چهار قدم به عقب رفته نمید. در همین حال معاون ستاد ارتش ملی میگوید که کامیابی نبرد کندوز درس و عبرت برای تمامی جنگجویان میباشد. اینا درس دادن برای نظامیگرایی که بیشرمانه در جنگ تروریست های تا بدندان مسلره و تروریستایی که مغایر تماما ارزش های جهانی اونا در ولایت کندوز عمل کردن. پس از 19 روز نبرد در کندوز، اکنون اوضاع به حالت عادی برگشته است و کارمندان بسیاری از دفترهای دولتی در شهر کندوز به کارشان آغاز کرده اند.
حکومت افغانستان، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دبیر کل ناتو و شمار از کشورهای عضو این سازمان از تصمیم رئیس جمهور اوباما برای حضور درازمدت نظامی آمریکا در افغانستان استقبال میکنند. رئیس جمهور غنی میگوید که توانایی مردم و نیروهای امنیتی افغانستان و جهان ثابت شده است و از همین رو جهان مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. طارق مجیدی گزارش میدهد. درست لحظاتی پس از گفته های باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره چگونگی نگهداری سربازان این کشور پس از سال 2015 میلادی در افغانستان، خوشبینی های بسیاری را در کشور و شماری از کشورهای جهان به میان آورده است. رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مقام های دیگر حکومت وحدت ملی در نشست کابینه گرد آمدند و دورنمای افغانستان را با ادامه همکاری های جهان روشن می‌دانند. فداکاری مردم افغانستان، قربانی مردم افغانستان، دفاع مردم افغانستان و مخصوصا قوای امنیتی و دفاع مردم افغانستان مورد اعتماد دنیایی شد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید که از فیصله رئیس جمهور اوباما بسیار خرسند است و این کار پیروزی آمریکا را بر گروه های هراس افکن در افغانستان تضمین خواهد کرد. ما حضورمان را نظر به شرایط در افغانستان تعیین می کنیم تا به ایالات متحده آمریکا و همپیمانان دیگرمان این توانایی را بدهیم تا گام های موثرتری در کار مبارزه با هراس افغانی داشته باشند. ولانه‌های امن برای هراس افغانان باقی نماند. این کار سربازان آمریکایی را کمک خواهد کرد تا مسئولتر به خانه هایشان برگردند. 9800 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2015 میلادی از افغانستان بیرون نخواهند شد و در سال 2016 میلادی آنان نظر به جدول زمانی مشخص به آموزش، رایزنی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان خواهند پرداخت و 5500 سرباز در افغانستان خواهند ماند. این تصمیم راه را برای حضور پایدار ناتو و همپیمانانش در افغانستان هموار کرد. این گام به تعهدات ناتو و همپیمانان دیگرمان در افغانستان ادامه خواهد داد. حکومت بریتانیا تصمیم اوباما را فیصله بجا می داند. در اعلامیه رسمی این کشور آمده است که بریتانیا متحد است تا برای ثبات نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان کار بیشتری انجام دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر در کندوز ابراز نگرانی میکند. این کمیسیون در گزارش تازه نقض حقوق بشر و پیامدهای ناگوار آن را حقیقت‌یابی کرده. یافته های این کمیسیون نشان میدهند که تلفات غیر نظامیان، قتل های هدفمند، تجاوز جنسی و زمینه سازی فرار زندانیان از موارد عمده نقض حقوق بشر در کندوز بودند و مقصر اصلی این همه طالبان هستند. این در حالی است که کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط کندوز نیز به شدت کارهایش را آغاز کرده و رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که این کمیسیون با اعتماد کامل کارش را به پایان خواهد رساند. طالبان گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را رد کردند. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش دارد. تلفات غیر نظامیان، قتل‌های هدفمند و خودسرانه، تجاوز جنسی، شکنجه و لاتوکوب، سپر قرار دادن غیر نظامیان، گروگانگیری، دزدی و تاراج دارایی‌های عامه و شخصی، ایجاد محدودیت بر دسترسی افراد به خدمات عامه، بسته کردن راه‌های مواصلاتی و زمینه‌سازی برای فرار زندانیان و مانند اینها از یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر هستند. مخالفین دولت زمانی که هجوم آوردن به شهر قندوز در جریان منازعه موقعی را مساعد ساختن و یا خودشان و یا کسای دیگه که از این حالت استفاده کرده، پس این بیشترین مسئولیت راجع میشه به مخالفین دولت که به شهر قندوز هجوم بردن و ناملایمات و نقض حقوق بشری گسترده را روا داشتن. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهند که در جنگ کندوز در حدود 50 غیر نظامی کشته شدند و 350 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. تجاوز های جنسی از دیگر یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر است، کاری که گروه طالبان همواره آن را رد کرده است. در این گزارش هم آمده که یک تعداد افراد به دفتر ما، به کارمندان دفتر ما مراجعه کردند، به طور عمومی گفتند که نقض تجاوز جنسی صورت گرفته و راجع به زنان ناملایمات رخ دادند. ولی همین حیاتی که به خاطر بررسی ویژه همین قضیه رفته بودند، مستندات خیلی قوی، چون که رسومات و عنانات
در اوج موجود است. این سنت ها هم فشار میاره که به طور مشخص هیچ کس نمیخواد که قصه بکنن. با این همه بررسی کمیسیون حقیقت‌یاب کندز نیز به شدت ادامه دارد و رئیس جمهور غنی میگوید که بررسی های نخستین این کمیسیون نشان میدهد که مردم کندز نان نمیخواهند بل نظام میخواهند. نتایج خود در مدت کوتاه امرای ما شریک کنند تا به صورت بی‌طرفانه ما بفهمیم که کی را تقدیر کنیم و کی را سرش دائنده باور نداشته باشیم. با این همه یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که مسئول تمامی این تخطی ها به استثنای بمباردمان شفاخانه دکتران بدون مرز، گروه طالبان و افراد وابسته به آن گروه می باشد. شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی تلاش دارد تا با همکاری با حکومت وحدت ملی اوضاع کنونی را تغییر بدهد. کمیسیون مشترک شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی میگوید که این شورا هیچگاه برای تضعیف حکومت وحدت ملی کار نخواهد کرد و به زودی این کمیسیون که 7 عضوان از سوی حکومت گماشته خواهند شد بررسی ها را درباره کارهای انجام شده و کارهای انجام نشده آغاز خواهد کرد. بسیاری ها وجود این شورا را در صورتی که برای نیرومند ساختن نظام کار کند مؤثر می‌دانند، اما می‌گویند که باید در این شورا جلب چهره‌های جاه طلب گرفته شود. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. این فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی برای گفتگو با حکومت کمیسیون مشترکی را نیز ایجاد کردند و انتظار دارند تا 7 عضو این کمیسیون از سوی حکومت معرفی شود. این شورا می‌خواهد که برای حکومت مرکزی، برای دولت وحدت ملی افغانستان ممید واقع شوه، ای حالات که به این وضعیت قرار داره ای حالات تغییر بده. ای شورا هیچ وقت در جهت تضعیف حکومت مرکزی کار نمیکنه. در همین حال بسیاری از آگاهان هرچند ایجاد این گونه شوراها را برای تقویت حکومت و نظام مؤثر میدانند، اما میگویند که در این شورا باید جلو چهره های جا طلب را بگیرند. نظام تقویت بکنه و برای ثبات و استقرار دولت مؤثر باشه اقدام خوب است. چی رسه به اینکه این شورا فعلا شعار میده که به عنوان یک حرکت اصلاحی در کنار حکومت حرکت میکنه. بازم با قید این تکرار میکنم که نفوذ حلقات و اشخاصی که بخواین در قدرت سیاسی به شکل از اشکال اعمال نفوذ بکنن و یا جا به جای شون و از این سو استفاده بکنن، حکومت و همکارانشان در شورا باید متوجه حرکات باشه. پس از افزایش ناامنی ها و سقوط شهر کندز به دست طالبان، شماری از فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی به رهبری عبدالرب رسول سیاف گرد هم آمدند و پس از رایزنی ها این شورا را ایجاد کردند. عبدالرب رسول سیاف، بسم الله محمدی، محمد یونس قانونی، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داودزی، فاروق وردک، صادق مدبر، عبدالهادی ارغندیوال، انوار الحق اهدی، عبدالرحیم وردک و شمار دیگر از چهره های سیاسی و جهادی اعضای این شورا هستند. امین الله امرخیل فرمانده پلیس غزنی به طالبان هشدار می‌دهد که اگر بر روند صلح نپیوندند کشته خواهند شد. این مقام پلیس در گفتگو با بزرگان و مسئولان غزنی می‌گوید که به طالبان پاسخ دندان شکنه خواهد داد و امنیت را به این ولایت باز خواهد آورد. در همین حال رئیس امنیت ملی غزنی از مردم و نیروهای امنیتی می‌خواهد که به طالبان رحم نکنند و جنگجویان مسلح این گروه را نابود سازند. این در حالی است که نیروهای دولتی پس از 4 روز شاهراه کابل کندهار را برای رفت آمد باز ساختند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. پس از ناکام شدن حمله طالبان بر شهر غزنی، آنان با ماین‌گذاری‌ها در شاهراه کابل کندهار تا 4 روز مسافران شاهراه کابل کندهار را با مشکلات فراوانی روبرو کردند. دل شاهراه را شگافتند و دارایی های مردم را به آتش کشیدند. 200 نفر مگه طالبای افغانی و پاکستانی را نمونجا آورده هستند، مردش در خریجات ها ابتادگی است. مردم از این وضع سراسیمه شدند و از حکومت می خواهند تا با طالبان جدی برخورد کند. گاهی اونجا میریم پس از جنگ شروع میشه، اینجا میگردیم. از دو طرف جنگ شروع میشه، پس این طرف راه و گودر است که مردم گم است. دور جنگ شروع ده، پلار که منو نپوت کرده، سرکه هم پلو نپتاو کرده. اما تصمیم نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت شهر غزنی و شاهرهای کابل کندهار چیست؟ نگرانی هایی که به باور بسیاری ها باید پاسخی داده شود. کسی که بخواهد که امنیت غزنی را و صاحب مسئولیت ما را در اونجا یا مختل بسازه، ما شهر غلام ها هم شته
شهر ما آماده دفاع مشروع خود است. مقام های امنیتی غزنی می گویند که در کنار دیگر جنگجویان طالب در غزنی، ملا عبدالرحمن، ملا عبوس و فرمانده مخلص از فرماندهان طالب نابود شدند و نیز ملا شیر و ملا عاطف از فرماندهان دیگر این گروه در میان زخمی شدگان قرار دارند. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری نشست افزایش تنش‌ها میان سربازان اسرائیلی و معترضان فلسطینی را بررسی خواهد کرد. بدون بالا جابجا شدن سربازان اسرائیلی در بیت المقدس، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه‌ای را برای جلوگیری از ادامه تنش‌ها برگزار خواهد کرد. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که جان کری، وزیر خارجه این کشور، در سفر به خاورمیانه با مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی برای پایان دادن به تنش‌های اخیر میان این دو طرف گفتگو خواهد کرد. تنش‌ها باری دیگر میان سربازان اسرائیلی و معترضان فلسطینی در شرق بیت المقدس شدت گرفته است. به دنبال فراخوانی اماس برای راه اندازی راهپیمایی های گسترده در اعتراض و برخورد خشونت آمیز سربازان اسرائیلی با معترضان فلسطینی، حکومت اسرائیل تدابیر ویژه امنیتی را در شرق بیت المقدس روی دست گرفت و با جابجایی سربازان بیشتر در مسجد الاقصی، ورود نمازگزاران فلسطینی زیر سن 40 سال را به این مسجد ممنوع اعلام کرد. تنها کسانی که بالاتر از 40 سال عمر دارند می توانند برای ادای نماز جمعه وارد مسجد الاقصی شوند. این تدابیر به گونه جدی آن ادامه خواهد داشت و نیروهای ویژه در اطراف مسجد الاقصی اعزام شده اند. افزایش این تنش‌ها شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا را نیز نگران ساخته است و به زودی نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد روی این موضوع برگزار خواهد شد. این تنش‌ها باعث می‌شود تا جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روانه شرق میانه شود تا برای حل این تنش‌ها گفتگوهای را بیاندازد. پایان دادن درگیری‌ها میان فلسطینیان و اسرائیل کاری نیست که ایالات متحده آمریکا و یا دیگر کشورها آن را حل سازد. برای پایان دادن به این تنش‌ها باید مقام‌های هر دو طرف تصمیم‌های دشواری را روی دست گیرند. به دنبال مانع شدن سربازان اسرائیلی از ورود نوجوانان فلسطینی به مسجد الاقصی، شماری از فلسطینیان خشمگین یک زیارتگاه مربوط یهودیان را به آتش کشیدند که این کار با واکنش اسرائیل روبرو شد. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. و این هم چند خبر اقتصادی. مسئولان وزارت اقتصاد از ساخت راهکار مشارکت بخش‌های عامه و خصوصی خبر می‌دهند. وزیر اقتصاد می‌گوید که این راهکار را به شورای وزیران فرستاده و با تایید شدن آن از سوی این شورا، تلاش‌ها برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش‌های عامه و خصوصی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد. ذبیح‌الله جهانمل در این باره گزارش می‌دهد. وزیر اقتصاد در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز میگوید که بر بنیاد تعهدات حکومت وحدت ملی در رشد بخش خصوصی، راهکار روشن مشارکت بخش های عامه و خصوصی را ساختند و کار برای طی مراحل قانون مشارکت بخش های عامه و خصوصی ادامه دارد. وی با در نظر داشت سهم ساختن بخش خصوصی در پروژه های بزرگ ملی در کشور، ایجاد این راهکار را بسیار مهم میداند. در هفته های آینده شاهد منظوری پالیسی باشیم. بعدن قانون است مشارکت سکتور خصوصی و عامه منظوری خود از کابینه بعد از پارلمان خواهد گرفت. از سوی وزیر اقتصاد میگوید که با عملی شدن راهکار مشارکت بخش های عامه و خصوصی، شرکت های خصوصی می توانند در مشارکت با حکومت در پروژه های بزرگ اقتصادی مانند پروژه های تولید برق آبی و ساخت بندها، منابع معدنی و ساخت شهرها در کشور سرمایه گذاری کنند. در اقتصاد آینده افغانستان چیزی که ما بیشتر قوی تر می بینیم او دخیل بودن سکتور خصوصی در رشد اقتصادی افغانستان می باشد. این در حالی است که گفته می شود با در نظر داشت افزایش مشکلات فراراهی سرمایه گذاری ها و نیز رکود سرمایه گذاری ها در کشور، عملی شدن راهکار مشارکت بخش های عامه و خصوصی زمینه های بیشتری را برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ در کشور فراهم خواهند ساخت.
و برای میکانیز شدن کشاورزی در کشور در 14 سال گذشته هیچ کار نشده. شماره از وارد کنندگان ماشین های کشاورزی میگویند که در حال حاضر بیشتر از 80% کشاورزی در کشور به گونه سنتی و با کارگیری از نیروی انسانی و جانوران پیش برده می شود. آنان میگویند که با وجود فرصت های فراوان در بخش فناوری های کشاورزی در کشور، حکومت برای ترویج کشاورزی معیاری هیچ کار نکرده. در همین حال وزارت زراعت و آبیاری میگوید که با وجود تلاش های فراوان این وزارت، کشاورزی در کشور هنوز هم میکانیزه نیست. و بیننده های ارجمند، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. آقای رسا، به استودیو خوش آمدید. تازه ها در بخش ورزش شما هستند. کرکت بازان افغانستان در بازی اولشان در برابر زیمبابوه شکست خوردن، اما بازی دوم را در راه دارن که میشه آمادگی بگیرن و بازی دومشان را ببرن. و مسابقات بازکنانی در چین برگزار شد که پس از این برنامه به این مزارش ها میپردازیم. باسم خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه شکست خورد. در این دور نخست بازی را ملی پوشان کشور آغاز کردند و در آوره 34 با دست دادن تمامی بازیکنانش 122 را برای زیمبابوه هدف تعیین کردند. بازیکنان زیمبابوه هدف داشته را در آوره 23 برآورده ساختند و پیروز شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دور پنج آوره به روز یکشنبه بار دیگر در برابر زیمبابوه سفرهای خواهد کرد. با پوزش تیم ملی کرکت افغانستان 123 دوش را هدف تعیین کرده بود. 18مین دور رقابت‌های مجدانی غیر حرفه‌ای قهرمانی جهان و انتخابی المپیک ریو 2016 میلادی در دوحه قطر پایان یافت. تیم کیوبا به مقام قهرمانی رسید. در این دور از رقابت‌ها 260 مجدان از 73 کشور جهان حضور داشتند. در پایان رقابت‌ها کیوبا با 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد. مرحله چهارم تور دوچرخه سواری جاده های چین با برتری رکابزن ایتالیایی برگزار شد. این مرحله که به مسافت 136 کیلومتر از جنجو تا زیجینگ برگزار شد، ماتیو گاواتسی از ایتالیا با 3 ساعت و 4 دقیقه و 1 ثانیه زودتر از رقیبانش از خط پایان گذشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. راول گونزالز، مهاجم پیشین رئال مادرید، زمان خداحافظیش از فوتبال را اعلام کرد. راول مهاجم تیم فوتبال نیویورک کاسموس آمریکا اعلام کرد که در پایان فصل جاری رقابت‌های لیگ حرفه‌ای آمریکا در ماه نوامبر به دوران بازیگریش پایان می‌دهد. راول دوران 21 سال فوتبال حرفه‌ایش را در رئال مادرید، شالکه آلمان، الصد قطر و نیویورک کاسموس تجربه کرده است. هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برزیل با برگزاری 10 دیدار به پایان رسید. در دورهای برگزار شده اتلتیکو مینی رو 2-1 در برابر اینترنیوسیونال به برتری دست یافت. اسپورتس ریسیفا 3-0 آوای را در هم کوبید. فیگرنزا نیز با 3 گل مهمانش فلامینگو را با شکست بدرقه کرد و پالمیراس با 1 گل از مهمانش پونتا پرتا شکست خورد.